سلام بابا، خوش آمدید. من رضا سعیدی هستم و امروز با شما هستم. ما معرفی تلویزیون نانو 86 مدل 2021، یک تلویزیون با کیفیت فوق العاده، کیفیت ساخت بی‌نظیر نسبت به سریای قبلیش نانو 86 2020 و SM 8600 2019. تلویزیون رو آنباکس کردیم، لوازم جانبی و قطعاتش رو درآوردیم و یک آنباکس جذاب داریم. در ادامه این ویدیو صحبت‌های من بریم ویدیو رو مشاهده بکنیم. یک تلویزیون فوق العاده با کیفیت و همه چی داره، یک تلویزیون واقعا با امکانات کامل. خیلی خیلی کنجکاوم و خیلی هم ذوق دارم تا برم برای بررسی امکانات داخلی این تلویزیون فوق العاده. کنترلش که نسبت به مدل قبلیش خیلی کیفیتش رفته بالا، خیلی کار باهاش راحت‌تره، تزیمات داخلیش هم همینطور و حس میکنم که کیفیت تصویرش هم واقعا یه صورت باشه. دوستان با آنباکس با ما باشید، به 5 دقیقه وقتتون رو خواهیم گرفت. ببینید، با امیدوارم که از آنباکس لذت ببرید. توی آنباکس کاری که ما انجام دیم، تلویزیون باز کردیم و فیبراش رو در آوردیم، لوازمش رو در آوردیم و تلویزیون رو گذاشتیم روی کارتونش، پایش رو نصب کردیم و لوازم ریزی داره، اونا رو قشنگ کامل رو بس کردیم به تلویزیون، چیزایی که لازم بود. در قسمت مدیریت کابل ها و همچنین کابلش رو بس کردیم و تلویزیون رو روشن کردیم. با ما همراه باشید با آنباکس تلویزیون و در ادامه بریم برای بررسی امکانات داخلی این تلویزیون فوق العاده شرکت LG. ما رو تنها نذارید.
خب دوستان، حالا نوبت میرسه به بررسی قسمت پشتی تلویزیون نانو 86. ما ویدیو رو خیلی سختش نمی کنیم، کیفیتش واقعا فوق العاده است. تلویزیون مثل سریای قبلیش قاب پشتش فلزیه، ولی خب این فلزی کجا و اون فلزی قبلی کجا؟ واقعا طراحیش خیلی شیک‌تره، تخت و ضخامت کمتری داره نسبت به مدل قبلیش. تلویزیون دارای قابلیت اتصال به دیوار هستش، به قول تشکیلاتی داره برای مدیریت کابل ها مثل این که شما میتونید کابل ها رو از این قسمت به سمت پایین تلویزیون یا میز تلویزیونتون حواله بکنید. چند تا گیره دیگه هم داره که این گیره به اینجا وصل میشه که بازم کمک میکنه که شما کابل ها رو از این سوراخ ها به این سوراخ منتقل بکنید و بازم میتونه مدیریت کابل باشه، که البته اینا برای زمانی که شما تلویزیونتون رو به دیوار نصب کردید. و دوتا داره، یکی برای این قسمت، دوتا سوراخ داره، یکی برای این قسمت و یه دونه گیری دیگه هم داره که این برای قسمت کابل برق تلویزیونه که بهش فشار نیاد و اتصالی نکنه. تلویزیون نانو 86 داره 4 تا پورت HDMI در این قسمت تلویزیون و یک USB اینجا، دو تا USB هم زیر قسمت بورد تلویزیون هستن. داره خروجی شبکه داخلی و خارجی، کارت شبکه، خروجی صدای هدفون و خروجی صدای اپتیکال. تلویزیون نانو 86 مدل VPA، ساخت کشور اندونزی، لیبل کاملا اصلی و اورجینال این شرکت. دقت داشته باشید در لیبل اصلی قسمت کناری خم داره حالا و دقیقا طراحی به این شکله و اینجا بسیار بسیار زیبا این لیبل روی این تلویزیون چسبیده شده. داره پیچ‌های متعددی هستش برای استحکام تلویزیون و این قسمت هم یه سری جاهایی هستش که قسمت خنک‌کنندگی تلویزیونه. یک موضوع خیلی جالب که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، این تلویزیون داره HDMI 2.1 هستش که تصویر 4K رو 4K 120 هرتز رو نمایش میده. این هم از قسمت پشتی تلویزیون و ورودی این تلویزیون فوق‌العاده شرکت LG. در ادامه با ما همراه باشید. دوستان نازنین من، امیدوارم که از این آنباکس لذت برده باشید و حتما اگه این پست رو توی یوتیوب یا توی اینستاگرام یا توی آپارات یا هر جای دیگه میبینید حتما کامنتتون و نظرتون رو در مورد نحوه عمل کرده ما توی این ویدیو حتما برای ما درج بکنید و اگه ایده هم دارید، فکری هم دارید به ما بگید، ما حتما سعی میکنیم در ویدیوهای آینده حتما اون رو اجرایی بکنیم. تشکر از اینکه تا الان با ما همراه بودید و الان بریم خیلی راحت یه تنظیمات سیستم عامل و اون قضیه اسمارت تلویزیون رو یه بررسی بکنیم و یه سر بزنیم به در تنظیمات داخلی. خیلی سریع این کار ما انجام بدیم و یه ویدیو 4K شیک بذاریم روی تلویزیون، ببینیم کیفیتش به چه شکلیه و در نهایت اینجا یه PS4 پرو داریم، یه گیم میذاریم. من خودم علاقه زیادی به PS 2018 دارم، خیلی باش حال میکنم، اونم میذارم یه دور باش بازی میکنم کیفیتش و نظرم در مورد کیفیت بازی و عکس کلا همه چیشو میگم به شما، هر چی که توش هست خیالتون راحت باشه، اصلا هیچ چیز اضافه نمیکنم. واقعا اگه کیفیتش اوکی باشه میگم اوکیه، اگه نباشه میگم اوکی نیست، که البته شک نکنید نانو 86 یکی از بهترین تلویزیونهای شرکت LG بوده در سال 2020 و مطمئنم امسال هم به همین صورت خواهد بود. کیفیت ساخت، کیفیت قاب و کنترلش که خدمتتون عرض کردم، همه چیش واقعا فرق کرده و امیدوارم که کیف تصویرش هم که ملاک اصلیه به همین صورت باشه. خب حالا دوستان، ما کنترل رو که خدمتتون نشون دادیم، تقریبا دکمه ها همون دکمه هاست و یکم طراحی دیزاین فرق کرده، خوش دستر و حس میکنم یکم سنگین تره، نمیدونم حالا شاید هم درست نباشه ولی خب حس من اینو میگه. دکمه‌هاش خیلی کیفیت ساختشون رفته بالا. ما اینجا چیزی که البته یک نکته منفی که من حس میکنم این خلط یه خورده کار باهاش سخت‌تر شده نسبت به مدل قبلی، حالا نمیدونم داستان چیه. خب ما بریم روی دکمه
خونه یا هوم کلیک بکنیم، اون صفحه برنامه و اپلیکیشن رو به شما نشون میدیم. خیلی سریع بریم این کار رو انجام بدیم. اینجا قسمت نوار کاربری یا اونجایی هستش که شما دسترسی دارید به اپلیکیشن و برنامه هایی که داخل تلویزیونتون نصب کردید. اینجا مثلا شما میتونید براوزر ببینید و اینجا میتونید ویرایش بکنید اپلیکیشن رو، و اینجا آرت گالری یا به قول برنامه هستش یا روی پیشواز روی تلویزیونه. هوم داشبورد که اینم من لازم میدونم بهتون نشون بدم، یه قسمتی هستش که شما میتونید تلویزیونتون رو راحت کنترل بکنید، به دستگاه بلوتوز وصلش بکنید و الانم اینجا احساس کرده که این پیسه بهش وصله، HDMI رو میتونید ببینید و همه چیش میتونید تنظیم بکنید و خیلی هم راحت میتونید آمادهش بکنید برای اتصال گوشی های موبایل به تلویزیون، که یکی از کارهایی هستش که برای خیلی از مشتری مهمه. تلویزیون LG خیلی راحت به گوشی موبایل وصل میشه. حالا ما از این قسمت خارج میشیم، دوباره برمیگردیم روی منو. توی قسمت به قول اپس میتونید شما وارد تلویزیون رو به اینترنت وصلش میکنید و وارد قسمت اپس میشید، یعنی اپلیکیشن های مختلف میتونید روش نصب کنید. تا اونجوری که من خبر داشته باشم نزدیک 200 اپلیکیشن برای وب او اس طراحی شده و میتونید از اون استفاده بکنید، که اپلیکیشن نماوه و فیلمو هم من قبل نصب کردم و مطمئنا روی این تلویزیون نصب میشه. و در صورتی که شما دوست داشته باشید سایت دیگه غیر از سایت فیلمو و نماوه رو مشاهده بکنید، میتونید از براوزر استفاده بکنید. اینجا ما دسترسی به ایرپلی داریم، خیلی راحت شما میتونید گوشی آیفونتون رو به تلویزیون وصل بکنید. و دیگه چیزی نکته دیگه اینجا نیست، اینم که به قول هارد اکسترنالمون هستش که به تلویزیون وصله. ما یه سر بزنیم به قسمت تنظیمات تلویزیون. شما با زدن روی دکمه سیتینگ چرخ دنده یه منو برای شما فعال میشه که قسمت اولی مربوط میشه به تنظیمات تصویر که حالتهای مختلفی مثل اکو و استاندارد، سینما، فوتبال، گیم اپتیمایزر، فیلم میکر و برای اتاق روشن و برای اتاق تاریک و حالت خیلی هم روشن هم داره. و در قسمت صدا تلویزیون حالت مختلفی مثل AI ساوند و استاندارد، سینما، کلیر وایس، فوتبال، موزیک. و گزینه بعدی هم که داره اینجا شما میتونید تنظیم بکنی که صدای تلویزیون از چه راهی در بیاد، از طریق بلوتوث باشه، از طریق موبایل دیوایس، که تا اونجایی که من حس میکنم این ظاهرا امکانی رو داره که صدای تلویزیون از تو گوشی موبایل پخش بشه. و اپتیکال، خروجی صدای اپتیکال HDMI ERC داره و اینم که من نمیدونم چیه. میتونید به هدفون وصل بکنید، یعنی صداش از طریق خروجی هدفونش که برای شما توضیح دادیم خروجی تلویزیون رو که چیا داره، ستا چهار تا HDMI و ستا USB و خروجی هدفون و خروجی صدای اپتیکال، و از طریق بلوتوث میتونید صداش رو پخش بکنید و همین رو داره. و حالا قسمت گیم اپتیمایزر که این قابلیتی هستش که شما در زمانی که گیم یعنی بازی میکنید با تلویزیون یا دستگاه کنسول بهش وصل کردید، میتونید در قسمت گیم اپتیمایزر استفاده بکنید برای تغییر دادن توی تنظیمات گیمش، که VRR و AMD FreeSense رو میتونید میزان مشکی بودن و رنگ سفید و رنگ مشکی رو تعیین بکنید. این فقط زمانی در دسترسه که شما باهاش بازی بکنید. و قسمت سلیپ تایمر، تنظیمات نتورک، و بریم برای تنظیمات داخل تلویزیون. خب قسمت اولی که مثل همیشه تنظیمات مربوط به بقول تصویر هستش، قسمت بعدی صدا که شما میتونید به هر شیوهی که دوست داشته باشید صدا و تصویر رو شخصی سازی بکنید. در قسمت جنرال هم شما میتونید AI سرویس رو ببینید، گیم اپتیمایزر رو ببینید، و اینجا هم بخشی هستش که شما میتونید وارد قسمت تیونینگ یا گیرنده شبکه داخل و خارجیش رو فعال بکنید. در قسمت دیوایس هم که دیوایس ها یا
به قول ابزارهای دیگه که به تلویزیون وصل میکنید، تنظیمات اینترنت و تنظیمات قسمت سیستم که شما میتونید زبان تلویزیون که متاسفانه فارسی نداره، زبان کیبورد رو اینجا میتونید تغییر بدید، تلتکست رو میتونید تغییر بدید و تمام این گزینه ها اینجا در دسترس هست. لوکیشن و تمام این مواردی که اینجا ما میبینیم در این قسمت میتونید سایز نشونگر موس رو تغییر بدید و اینم از قسمت تنظیمات در بخش اکسسیبیلیتی. کنتراست رو میتونید تنظیم بکنید و تمام این گزینه ها و اینجا میتونید قسمت زیرنویس رو داخل تلویزیون فعال و یا غیر فعالش بکنید. اینجا گزینه هستش که درست است. اینم از بخش تنظیمات تلویزیون. تلویزیون در قسمت در این بخش هم شما میتونید سیستم عاملش رو آپدیت بکنید، انرژی سیوینگ رو میتونید تنظیم بکنید که تلویزیون تو چارتی باشه. ما متاسفانه توی این تلویزیون بخشی که اطلاعات تلویزیون نشون بده رو نتونستیم پیدا بکنیم. حالا جریان چیه؟ نمیدونم. خب اینم از قسمت تنظیمات و بخش هوم داشبورد به قول اونجایی که اپلیکیشن و برنامه های تلویزیون روی اون نصبه. حالا ما یک هارد اکسترنال روی تلویزیون وصل کردیم و یک فیلم 4K، همون فیلم 4K منفی که ما خودم میزنیم، یک طرز تهیه غذای سوشی هستش، اشتباه نخونم غذای ژاپنی، ما اونو میذاریم و ببینیم کیفیتش چطوره. نظرم رو خدمت شما اعلام میکنم. اینپوت کلیک میکنیم، میبینیم روی هارد اکسترنالمون که داخل تلویزیون هستش. خب فیلم 4K ما در این قسمته و اینجا. نمایش رنگ، کیفیت تصویر و موندم واقعا کیفیت بی نظیره، فوق العاده است. توی نمایش تصویر 4K من تلویزیون زیادی رو دیدم ولی خوب این تلویزیون واقعا خاصه به نظر من، کیفیت فوق العاده است. خب ما همین ویدیو با کیفیت فولشتیش هم داریم میذاریم روی تلویزیون. نمایش تصویر توی کیفیت فولشتی رو من خدمت شما توضیح میدم. تقریبا کیفیت یه مقداری اومده پایین تر ولی خب طبیعیه، تصویر فولشتی با 4K خیلی فرق داره. این 2 میلیون پیکسل، اون 8 میلیون پیکسل، ولی خب بازم کیفیت نمایش واقعا فوق العاده است و به نظر من زیاد به چشم نمیاد تا زمانی که نه یه دوتا تلویزیون رو بغل هم بذاری که یکیش تصویر 4K رو پخش بکنه، یکیش هم تصویر فولشتی. ولی من اینجا احساس میکنم و تصویر نسبت به تصویر، یعنی کیفیت تصویر نسبت به کیفیت تصویر 4K پایین تر، ولی خوب واقعا نمایش رنگ ها فوق العاده است. فیلم هم 20 است. خب
خب تا اینجا کار ما بررسی که روی تلویزیون انجام دادیم و حالا ورودی ها و امکاناتش رو دیدیم مشاهده کردیم، چیزی که من بهش رسیدم سرعت پردازش تلویزیون و اون سرعتی که داره برای لود کردن فیلم و به قول بالا اومدن قسمت تنظیمات و قسمت اپلیکیشن هاش و باز کردن اپلیکیشن ها، حس میکنم نسبت به مدل قبلیش یعنی ویب او اس سبکتر شده و راحت تر بالا میاد. تلویزیون نانو 86 دای پردارای پردازنده آلفا 7 هستش یا پردازنده قدرتمند که فقط یک سر رو کرده نسبت به مدل بالا رده است تلویزیون اولد پایین تره و پردازش این تلویزیون به نسبت سنگینی که روی تلویزیون هست میتونه قابل قبول باشه و پردازش بی نظیره. خب به دوستان ما بریم برای تست گیم روی این تلویزیون. مسئله ای هستش که شاید خیلی از شما منتظرش باشید و دوست داشته باشید که ببینید کیفیت نمایش تلویزیون برای بازی به چه شکلی هستش. تا اونجایی که من حضور ذهن داشته باشم همه چی رو داخل تلویزیون بررسی کردیم و امیدوارم که چیزی جا نمونده باشه. بازی رو هم تست میکنیم و در نهایت نظرم هم در مورد بازی خدمت شما عرض خواهم. Barcelona are in a 4-4-2 formation. It's the bedrock as formations go, and for such a long time, it places the emphasis on partnerships and combinations. They're put on the way here pretty promptly. YouTube see making a difference here. It has to be the brains of the operation. Took the trouble there, free kick given away. Maybe he was unsighted by his own defence there. Just look at the way the ball sneaked through that defensive line, and I don't think he could pick it up until it was way too late. دوستان گلم
توی ویدیو مشاهده کردید نمایش بازی. من تلویزیون برای بازی هم تست کردم، کیفیت واقعا فوق العاده است. تلویزیونی که ما نباید زیاد ازش انتظار داشته باشیم، ولی یک تلویزیون میارد است. تلویزیون نانو 86 دارای پردازنده آلفا 7، دارای کیفیت تصویر 4K، مدل سال 2021 شرکت LG. تلویزیون بی‌نظیر و کاملا هوشمند، دارای سیستم عامل وب OS. تلویزیونی هستش که میتونی هر نوع برنامه و اپلیکیشن روی اون نصب بکنی، برنامه و اپلیکیشن هایی که برای این سیستم عامل درست شده. تلویزیون LG نانو 86 دارای کنترل جادویی هستش که بسیار بسیار خوش‌تاس و فوق العاده کیفیت صوت بالایی داره. تلویزیون دارای پردازش و سرعت پردازش خیلی خیلی بالایی هستش. تلویزیون دارای 4 ورودی HDMI و 3 ورودی USB، خروجی صدای اپتیکال، خروجی صدای هدفون و گیرنده شبکه داخلی و خارجی. تلویزیون از نظر ورودی واقعا کامله. مهمترین نکته ای که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم وجود HDMI 2.1 هستش که شماره 4 این تلویزیون به این صورته، یعنی این نسخه از HDMI هستش که میتونه تصویر 4K رو به صورت 120 هرتز به شما نمایش بده. این یه گزینه هستش که برای کنسول‌های بازی نسل جدید PS5 و Xbox سری X مناسب هستش و خیلی برای دوستانی که تلویزیون رو میخوان برای گیم این نکته های زحمته. تلویزیون واقعا فوق العاده است. ما تست بازی هم روش انجام دادیم، یعنی کیفیت نمایش بازیش هم واقعا فوق العاده است، قدرتمنده. البته ما متاسفانه PS5 نداریم یا Xbox سری X نداریم که کیفیت 4K رو روی این تلویزیون، یعنی 4K 120 رو روی این تلویزیون تست بکنیم. PS4 پرو داریم، 60 هرتز 4K خروجی داره و تلویزیون در نمایش این نوع تصویر واقعا هیچ گونه مشکلی نداره و خیلی روان تصاویر رو نشون میده. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم که این ویدیو مورد پسند شما بوده باشه و از شما خواهش میکنم در صورتی که نظری دارید در مورد ویدیو، حتما اگه این ویدیو توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی فیسبوک و یا هر جایی مشاهده میکنید، حتما اگه توی فیلم مسئله هست و یا ایده و یا نظری دارید برای ما بذارید و ما سعی میکنیم در ویدیوهای بعدی این نکات رو مد نظر قرار بدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما متشکریم. شاد و پیروز باشید.